کازم جلالی سفیر حکومت ایران در روسیه به تازگی از آماده شدن متن قرارداد 20 ساله نظامی امنیتی اقتصادی با روسیه خبر داده است. کازم جلالی سفیر حکومت ایران در مسکو از نهایی شدن سندی خبر داد که معاهده روابط تقابل و اصول همکاری بین ایران و روسیه را که در سال 80 و به مدت 20 سال بین حکومت ایران و روسیه امضا شده بود به یک قرارداد 20 ساله نظامی امنیتی اقتصادی حکومت ایران و روسیه مبدل می‌سازد. معاهده روابط متقابل و اصول همکاری بین ایران و روسیه در بازه زمانی هر پنج ساله قابل تمدید بود که تا کنون سه بار تمدید شده است اکنون بعد از 20 سال و در شرایطی که حکومت ایران در پی اختلافاتش با غرب به سمت کشورهایی چون چین و روسیه کشنده شده و بعد از آنکه قراردادی 25 ساله با چین را به امضا رساند اکنون های این قرارداد آمده است. متن قرارداد 20 ساله حکومت ایران با روسیه با فرمان مستقیم خامنه ای ولی فقیه حکومت ایران و در پی نامنگاری وی با ولادیمیر پوتین به مراحل نهایی خود نزدیک شده است. کازم جلالی با اشاره به این موضوع در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که قرارداد 20 ساله با روسیه بر اساس نامه علی خامنه به پوتین و جواب متقابل وی بوده و مقرر شده که مدت این قرارداد به دو دهه یا بیشتر از آن افزایش یابد با وجود اینکه جلالی به جزئیات و مفاد قرارداد 20 ساله ی حکومت ایران و روسیه اشاره ای نکرده است اما اعلام کرده که در نامه خامنه ای به پوتین به حوزه های مختلفی اشاره شده است. جلالی اما در مصاحبه خود پیرامون محورهای کلی این قرار داد اعلام کرده که این توافق نامه در عرصه سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی و به ویژه اقتصادی می باشد. تنها محور همکاری مورد اشاره در سخنان جلالی که تاکنون اقدامات عملی درباره آن صورت گرفته در مورد پیام های داخلی بین دو کشور بوده است. هرچه که هست قرارداد 20 ساله ی حکومت ایران بنا به گفته جلالی برخلاف قرارداد با چین یک تفاهم نامه نبوده بلکه یک موافقت نامه است که نیازمند تصویب مجلس حکومت می باشد. اما با توجه به سرسپردگی مجلس کنونی حکومت به خامنه ای بعید می رسد مانع جدی بر سر نهایی شدن این قرارداد وجود داشته باشد. با توجه به پیشینه امر و توافقاتی از این سخ از جمله قراردادهای ترکمنچای و گلستان انتظار آن می رود که نهایی شدن و امضاع قرارداد 20 ساله با روسیه اعتراضات مردم ایران را در پی داشته باشد. پیشتر از این و در تیر 99 انتشار برخی مفاد قرارداد 25 ساله ی حکومت ایران و چین منجر به اعتراضات در افکار عمومی شهروندان ایرانی و فضای مجازی شد. شماره بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی با اشاره به قراردادهای ننگین پیشین این قرارداد را با آنها تشبیه کرده و حکومت ایران را محکوم به ایران فروشی به چین کردند. با این وجود این قرارداد با حضور ظریف وزیر خارجه حکومت ایران و وانگی وزیر خارجه چین در روز هفت فروردین 1400 در تهران امضا و این توافق رسمی شد. اکنون این فضای ملتهب و ریسکدار در مقابل حکومت ایران قرار دارد. چرا که اگر در امضای توافق با چین هیچ گونه سوء سابقه ای در حافظه تاریخی مردم ایران وجود نداشت، در مورد قرارداد 20 ساله با روسیه دستکم دو قرارداد مورد اشاره باعث شده تا بسیاری از ایرانیان نسبت به قراردادهای این چنینی با روسیه ابراز نگرانی کنند. علاوه بر این امتیازدهی بی حد و حصر حکومت ایران به این دو کشور باعث دامن زدن به شاعبه ها درباره پدیده ایران فروشی به چین و روسیه می شود. موضوعاتی نظر تقسیم حقوقی دریای خزر در سالهای گذشته واگذاری گذاری برخی از بنادر جنوبی کشور به چین و یا دادن امتیاز سید ترال به چینی ها از جمله این امتیازات بحث برانگیزند. علاوه بر این در سایه تشدید تضادهای حکومت ایران با غرب به ویژه آمریکا که تا کنون باعث شده تا مذاکرات وین به نتیجه نرسد این حکومت با اتخاذ سیاست های اعلام شده ای از سوی خامنه ای نظیر نگاه به شرق به جای نگاه به غرب نشان داده که قصد دارد به قیمت حراج دارایی های مردم ایران حمایت دو کشور روس و چین را در مناقشات جهانی خود با اروپا و آمریکا به همراه داشته باشد. در این بین حکومت ایران به چیزی که اهمیت نداده است نظرات شهروندان ایرانی و حراج اموالی است که مربوط و متعلق به عموم مردم ایران است مرداد بذرپاش در کمیته ضد فساد تمام تبلیغات انتخاباتی ابراهیم رئیسی بر محور این شعار میچرخید که دولت های پیش از او فاسد و دوز بودند و او بسات فساد و اختلاس را برخواهد چید. این شعار تبلیغاتی اما حتی تا تشکیل دولت رئیسی هم دوام نیاورد. رئیس جمهور منتصب خامنه با تشکیل کمیته ضد فساد متشکل از مفسدین اقتصادی نشان داد که حتی نمیخواهد در حد نمایش هم ادای فساد ستیزی را در بیاورد. حضور مرداد بسپاش رئیس دیوان محاسبات که حتی مدرک تحصیلی و سابقه کارش هم جلیست در کمیته ضد فساد رئیسی صدای طرفداران حکومت را هم درآورد است. مرداد بسپاش نماد جوان مؤمن و انقلابی مد نظر رهبر است. پرونده ای پر از فساد با مدرک تحصیلی جلی و سابقه مدیریت از صنعت تا نهادهای نظارتی حقوقی یک دزد حرفه‌ای یک ساله دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار